سلام دوستان رضا اشرفی هستم از گروه صنعتی اسکندری کارخانه ای و مفتخرم که در این ویدیو میخوام دستگاهی اسانسکیر یا عرقگیری که در مجموعه ما تولید میشه خدمتتون معرفی کنم با من همراه باشید اسانسگیرهایی که در مجموعه ای آی تراحی و تولید میشن استانداردن و مناسب برای استفاده در صنایع تولید اسانس گیاهی و گل محمدی هستند و البته برای عرقگیری از انواع گیاهان، نعنا بادرنج شاتره کاسنی و انواع گیاهان دیگه میتونیم از این دستگاه استفاده کنیم این دستگاه اسانسگیر یا عرقگیر برای استفاده از صنایع گلابسازی یا به عنوان گلابگیر هم استفاده میشن و در ظرفیت های مختلف 400 لیتری، 600 لیتری، 1000 و 1500 لیتری طراحی و تولید میشن دستگاه اسانسگیر قسمت های مختلفی رو داره قسمت اولش دیگه بخار هستش که آب وسیله اون شیری که حالا بهش وصل شده داخل این دستگاه آب جمع میشه و یک شعله هم داره که به گاز وصل میشه به گاز شهری معمولی وصل میشه شعله بهتره که فشار گاز بالا باشه و بعد اکثر فشار کار کنه و آب در داخل این دیک تبدیل به بخار میشه البته سیستم این دیگه بخار سیستم باز هستش و جایی هیچ گونه نگرانی نیست چون احتمال آتش یا انفجار صفر هست. این آب بخار میشه و بخار داغی که برامون تولید میشه از طریق لوله هایی که استیل هستن و لوله کشی شده داخل این دیگه پخت میره از استیل 304 نگیره غیر مغناطیسی ساخته شده و البته تمامی مسیرهایی که وجود داره در بین اجزای مختلف از دوله کشی های استیل براش استفاده میشه قسمت بیرونی این دیگه بخار هم استیل هستش و سایر اجزا هم همینطور و ما گیایی که میخوایم ازش عرق گیری کنیم یا اسانسش رو بگیریم هر چیزی که هستش رو قبلا شستیم و تمیزش کردیم و داخل مخزن این دیگه پخت گذاشتیم ببینید دیگه پخت یه در داره و که چند تا چفت داره اینجا خیلی راحت میتونیم برداریم و دربش رو برداریم و داخل داخلش رو پر از گیاه کنیم بخار که وارد این دیگه پخت میشه در لابلای این گیاه یا اون چیزی که ما میخوایم های علقش رو بگیریم حرکت میکنه چون بخار بخار داغی هستش اتر و اسانس و رایحه این گیاه رو به خودش میگیره و بعدش از قسمت بالایی وارد کندانسور یا سرد کننده میشه این کندانسور مکانیسمش به ترتیبیه که بخار داغی که واردش میشه رو سرد میکنه و وقتی ما بخار داغی رو سرد میکنیم در واقع عمل تکثیر رو انجام میدیم و اینجاست که عرق برای ما تولید میشه عرق تولید شده به همراه اسانس به اسانس پایینی ریخته میشه اما موردی که وجود داره خنک شدن این کندانسور هستش چون بخار داغ رو کندانسور خنک کرده ما نیاز داریم که خود این کندنسور هم خنک کنیم برای همین برج خنک کننده یا کلینگ تاور وجود داره داخل کلینگ تاور پوشال و آب و اینا هستش که دائما در حال سیرکوله هستش آب گرم از از کندانسور وارد کلینگ تاور میشه و در کلینگ تاور خنک سازی صورت میگیره آب که سرد شد دوباره سیرکوله میشه چرخه میخوره و برمیگرده داخل این کندانسور و اینجوری هستش که ما همیشه در داخل کندانسور حالت خنک رو داریم بخار که داغش گرفته شد به وسیله آب اون عرق و اه اه اسانسی که حاصل تقدیر تقدیر هستش ریخته میشه داخل این اسانس گیر دو قسمت داره یه قسمتش مخزن استیل هستش یه قسمتش هم شیشه که بالاست این قسمت شیشه بالا محل جمع شدن اسانس و قسمت استیل پایینی محل جمع شدن عرق هستش یه لوله خروج هم اینجا تعبیه شده که از این لوله خروج برای ما عرق به بیرون ریخته میشه حالا یه ظرفی هر چیزی که دارید رو زیرش میذاریم و عرق داخل اون جمع میشه و اسانس در قسمت شیشه ای هستش ظرفیت های مختلفی را داره این دستگاه که خدمتتون گفتم برای ثبت سفارش اطلاعات بیشتر میتونید با کارشناس های فروش ما در ارتباط باشید که شماره رو براتون گذاشتم یادتونم نره که این دستگاه دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش داره